با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب دیگر، آغاز هفته، 23 ژانویه 2017. راستی سخته این تاریخ ها رو گفتن، همش ما یا جلوتر از تاریخیم یا پشت سر تاریخیم، یه جوری مشکل داریم. و سخت در این کار اینه که شما در شرایطی قرار داشته باشی که مرتب مجبور شی با ساعت و دقیقه و روز و هفته سر و کار داشته باشی. نگین که همه خب در این شرایط هستن، اما اینجا یه ذره بایستی که بیشتر رو این موضوعات ساعت و دقیقه و روز توجه کرد. بنابراین این همون داستان کنار جوی نشستن و گذر عمر دیدن است. ولی خرسندم که دوشنبه دیگر آمد و میتونیم در خدمت آقای محمدرضای روحانی، حقوقدان و مبارز سیاسی باشیم. و به حال هفته پیش محروم بودیم از حضورشون، ولی این هفته به حال اوضاع به روال عادی بازگشت و ایشون هم از سفر به سلامتی برگشت. فهم میکنم مهمترین موضوعی که دغدغه ذهن همه ما هست این اتفاقاتی است که درون میهن میفتد، و یکی از این مصائب همین بی‌مبالاتی و در حقیقت فقدان مدیریت اون جامعه است. ما درد اصلیمون اینه که مدیران جامعه اونجور که باید و شاید میهنشون رو دوست ندارن، اصلا به میهنشون فکر نمیکنن. نادر بودن، ما تو همین تاریخ معاصر میتونیم بشماریم آدمایی که اینجور بودن، صدرشون رو با همه کجیها و کاستیها براستی باید از رضا شاه کبیر نام برد که در مدت بسیار کوتاهی آنچنان زیر ساختای جامعه رو تغییر داد که یک زمان، تصور کن که 50 ساله رو این ظرف 6-7 سال انجام داد. و حقیقتش اینه، علت چه اینه که میهنش رو دوست داشت. اما ما توی جامعه ای داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه فاصله دارد بین حاکم و مردم. هیچ وقت مردم حاکم رو باور نمیکنن. ما ماجرای سینما رکس که از دقیق ترین موضوعات که میشه بهش اشاره کرد، و هیچ وقت حکومت نتونست به مردم بقبولانه که این کار رو آخوندا دارن انجام میده، این کار کار ایناست، کار ما نیست، جامعه نمیپذیرفت. مثل همین ماجرای ساختمون پلاسکوس که بالاخره یه مظهری از نوسازی عصر محمدرضا شاه است. ما چند تا از این ساختمونا داشتیم، یکیش این بود، یکیش هم ساختمون فکر میکنم بانک کار بود که اون روزا ازش به عنوان بیلاخی در تهران یاد میکردن و میگفتن این عمارت مثل یه بیلاخ میمونه وسط این شهر تهران. ولی اکنون که ساختمون فرو ریخته، اون روز هم ما راجبش حرف زدیم و صحبت آقای شهردارم برای شما پخش کردیم که بیاریم، میگو آقا برش بیاریم، یارم میگو برش نداریم، میگفت داریم، شما نمیدینیم ما داریم. یاری که اونجا وایساده بود مسئولش بود، میگفت تو انبار هم چیزی نداری، اون باز بیرون بهش میگفت داری. بعد رئیس ستاد بحران حتی به این اندازه هم اطلاع نداشت که این ساختمون چند طبقه است، اصلا چه اتفاقی افتاده، هیچی رو نمیدونست و همینجوری بی خودکی حرف زد. اونو طبقه چند رو پس هفته بوده، پس بی پایین، پس بچه ها رو هم، پس بریم از رو، از این حرفای صد من یقه هاست. و ویدیوهای مفصلی پخش شد که تو این زمینه، حتی یکی از این ویدیوها که حتما دیدید، ببینم اگه بتونم اینو پیداش بکنم، جالبه براتون پخش بکنیم اگر پیداش بکنیم، که اونجا یه عده آدمی در یه ساختمون مقابل پلاسکو تو یکی از پنجره‌ها وایسادن، تو یکی از طبقات، و میگه اون ساختمون دفتر فلان کسک بود، آتیش گرفت، بعد پسر حاجبی اومد، اینطور شد، اونطور شد، و اونا میتونن تشخیص بدن که این ساختمون، گفت نگاه کن این تیراهنا الان خم میشه در سر هر از و ساختمون میریزه.
و دقایقی بعد همین اتفاق میفته، در حالی که یارو شیلنگ آب کوتاهی رو گرفته داره زمین رو جارو میکنه، آتیش طبقه بالاست، این داره طبقه اول آب میپاشه بهش. بریم پیش آقای روحانی، بیش از این وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمتش سلامی بهش بکنیم، درودی بهش داشته باشیم و ازش بخوایم که این ماجرا رو برای ما تعریف بکنه. آقای روحانی من به شما درود میفرستم، صمیمانه خوشحال میشم بشنوم فرمایش شما رو. یقینا شما همین مسئله رو دنبال کردی و خوشحال خواهیم شد که نظر شما رو هم بشنویم. بفرمایید خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شما و خدمت هموطنان بزرگوارم که به صدای من گوش میدن، احتمالاً دوستان افغانی هم هستن که به صدا گوش میدن. عرض کنم حضورتون که صحبت از ضعف مدیریت کردید. من تصورم این استش که اشخاصی که بر ما حکومت میکنند، مسلط هستند بر میهن ما، اینها مدیران نیستن، یعنی یه مش دوز و قاتل هستند. اینها عرض کنم که باندهای سازمان یافته جنایتکاران. وقتی شما راجع به پلاسکو صحبت میکنید من یادم میاد فرمودید که دو تا از این ساختمون ها بوده، من فکر میکنم دومیش ساختمون آلومینیوم بوده که تو خیابون نادری بوده، پلاسکو تو خیابون عرض کنم حضور تو که اسلامبول بوده، این تو خیابون نادری بوده. جانم بله بله آره آره بله درست بله، اون دیگری تو خیابون حافظ بود. بله بفهم. آره عرض کنم حضورتون که دومیش ساختمون آلومینیوم بوده، سومیش هم همون که فرمودیم بانک ایرانی هم بوده. این ساختمون آلومینیوم و ساختمون پلاسکو رو مرحوم الغان وقتی که انقلاب شد عرض کنم حضورتون که این آدم رو دستگیر کردم. من در دفتر بودم، یکی از همکاران بزرگوار یهودی ما، پیشکسوت بسیار محترمی، یک بار یک دعوایی به انداده بود مربوط به این خانواده بود، به من زنگ زد و گفت که فلان کس این آدم گرفتن و این رو خواهن کشت. گفتم آخه به چه حساب، این چه جرمی مرتکب شده؟ هنوز تصور این که اینها فقط و فقط به خاطر دست کاری آدمی برای آدمی رو بکشن برای من اصلا تصور ببخشید کلامتون رو قطع کردم. بفهمید فرمایشتون رو میشنویم. بفهم. بعد یک پیشکسوت یهودی بزرگوار به من زنگ زد و گفت که این آقا رو دستگیر کردن، شرایط خیلی بده، ممکنه اینو بکشن و به خاطر ثروتش. من چنین تصوری رو اون موقع نداشتم. هنوز عرض کنم که آدم کشی ها اگر هم بود انتقام جویی علیه افسران بود، علیه مخالفین افسران رژیم سلطنتی بود. و من بلا فاصله رفتم خدمت آقای هاشم جوادی که فعالیت های حقوق بشری داشتن، رفتم و گفتم این آدم گرفتن و ظاهرا ممکنه بکشنش، چی کار میتونیم بکنیم؟ من فکر میکنم روابط ایشون با اون دادگاه های انقلاب و اینا خیلی بد بود. ظاهرا یه حکمی رو که غلط‌های املایی داشت، مثلا ضارب رو با ز نوشته بودن یا قاتل رو با غین نوشته بودن، رو ایشون چاپ کرده بود
و اونا خیلی اوقاتشون تلخ بود. چون گفتم بالا من دخالت مستقیم که نمیتونم بکنم، شما برید پیش آقای طالقانی. گفتم آخه دسترسی با آقای طالقانی شوخی نداره، آقای طالقانی که اصلا غیر قابل دسترسیه، اونم برای آدمی مثل من که با اینا آشنایی نداره. گفت که شما برید در خونه آقای طالقانی، اونجا آقای شانچی رو پیدا کنی، حاج آقای شانچی رو پیدا کنی، از قول من بگید که ترتیب ملاقات شما رو بده. من همین کار رو کردم، رفتم و اونجا یک داستان غریبی بود. همینجور پول ریخته بود، اسکناس ریخته بود و نمیدونم اموال بود و خیلی خیلی شلوغ بود. جایی که من رفته بودم بسیار بسیار شلوغ بود و پیدا کردیم این حاج آقا رو. حاج آقا تا اسم آقای سجادی رو شنید بلافاصله اقدام کرد و من رفتم خدمت آقای طالقانی. فراموش نمی کنم که یه جوانی دستش جسته بود، هی اونجا را می رفت و من همش تو روزنامه می خوندم که این جوان ها بلد نیستن، هم دیگر به کشتن می دن، تیر اندازی می شه، نمی دن بی خود، یعنی بی احتیاطی می شه. آقا گفت آقا این آدم خطرناکه، این چرا اینجا را می ره؟ با شما داریم صحبت می کنیم. گفتن این محافظ منه. گفت آخه اینجا که کسی که یاد من شما نیست. گفتن دلواپس نباشین. بعدم متوجه شدم که این آدم از اقوام خود آقا بوده و بعدم اصلا این آدم پیدا کردم و شناخت داشت. به هر حال من با آقای طالقانی گفتم، آقای طالقانی گفتن که حتما من دخالت میکنم. گفتم آقا اگر اینها یهودیان از اقوامی هستن که قبل از اسلام در ایران بودن و اینا از قدیمی ترین ایرانیان هستن و این کار بدیه، ما به هر حال داریم اینا از اقوام قدیمی این کشور هستن، اینا در تاریخ این کشور خدمات زیادی کردن و ما درست نیست همچین اتفاقی بیفته. من شنیدم این آدم جانش در خطر. گفت ممکن نیستش. آخه به هر حال به یه شکلی به من اطمینان دادن که اقدام میکنن، فکر میکنن فردای صبح کشتنش. منم دیگه برام دست روز روشن بود که ایشون اقدامشون رو کردن، ولی کی به حرف کسی گوش میداد اون روزها و این آدم رو کشتن. این قبیل خونریزی ها در این کشور فقط به خاطر اختلافات مذهبی نبود. بعدا متوجه شدیم که آقایون دنبال همین ساختمون آلومینیوم و ساختمون پلاستیک میگشتن و نتیجهش رو حالا میبینیم. قطعا شما میدونید که مشکل اصلی این بوده که تا جایی که من خوندم که بخشی از انرژی گرم کردن برای این ساختمون پشت بوم گذاشته بودن، تانکرهای گازوئیل رو پشت بوم گذاشته بودن برای اینکه اگر میخواستن از پایین وارد بشن هزینه زیادی بود داشت، بنیاد مستضعفان ناچار بود که خیابون رو بکنه، از توی خیابون بره زیر ساختمون، بتون عرض کنم که این تانکرها رو ببرن اونجا جا بذارن. بنابراین ارزونتر بود، احتمالاً ساختمون هم محاسباتش دوری بود که چنین سنگینی رو مثلا چه میدونم دو تا تانکر 20,000 لیتری رو میتونست تحمل کنه، بردن گشتن اون بالا و این بدبختی هایی که ایجاد شد به خاطر اینکه از اون بالا عرض کنم اینها منفجر شدن یا شروع کردن به سوختن و همین جور آتش ادامه پیدا کرد رفت تا پایین، برای اینکه همه که یه جا نمیسوزه که، رفت به همینجور استمرار داشت. منم فکر میکنم که هنوز هم دارن جسد در میارن. به هر حال عرض کنم شما صحبت سینما رکس رو کردین، در خدمت آقای دکتر طاهری و آقای شریعت. آقای دکتر طاهری از اهالی سمنان هستن، همکار بزرگوار ما، انشالله زنده باشن، و آقای شریعت که از اهالی اصفهان هستن. با هم رفته بودیم بهچرخ برای محاکمه دانشجویان، شب در هتل صحرا بودیم، دیدیم یک تعدادی آدم آمدن، از جمله آدمایی که آمدن همین توکلی مجلس بود، به اضافه آقای داروساز به اسم آقای دکتر حجتی. اینا خبر شده بودن که ما آمدیم، آمده بودن جلوی در هتل، شاید مثلا 200-300 نفرم جوون با پیراهن‌های سیاه آمده بودن و صاحب هتل دستپاچه شده و گفت آقا اینجا دعوا میشه، جنگ میشه، فلان میشه، من هتل تازه ساختم، ببینید نوع اینجا رو آتیش میزنن، چی میکنن اینها. ما آمدیم بیرون به این اشخاص گفتیم آقا
شما محبت کنید و دو سه نفر بیان. آخه اینجا که سالن عمومی نیست که اشخاص آمدن اینجا، اینجا یه هتله و ایجاد مشکل میشه برای آمد و رفت مردم، برای صاحب هتل. خواهش میکنم شما ها یه چند نفر نماینده انتخاب کنید. فکر میکنم یکیش همین توکلی بوده، سه چهار نفر یا آمدن تو هتل نشستن و صحبت از این میکردن که شاه این کار رو کرده برای اینکه بتونه سرکوبی رو شروع کنه. به هر حال عرض کنم که من از این فرصت استفاده میکنم، به هموطنانم تسلیت میگم، امیدوارم که عرض کنم این رژیم تا موقعی که هست همین بدبختی ها رو خواهیم داشت. امیدوارم که اتحاد و مبارزه ما به پیروزی برسه، مبارزه همه مردم ایران به پیروزی برسه و از همه خانواده های فکری به پیروزی برسه و زمانی فراهم بشه که به جای دزدان و غارتگران دین فروش، مردم صحیحی سالمی آگاهی بیان. تو من خوندم که سه سال پیش این قالیباف صورت جلسه چی رو آوردن؟ صورت جلسه انجمن شهر آوردن که من فردا اگه برم اینجا رو، اصلا موضوع قدیمی بوده، برم اینجا رو ببندم. موضوع قدیمی بوده این ساختمان که روزی روزگاری خب یک گل سرسبد ساختمانای تهران بوده، تبدیل شده به کارگاه های خیاطی. میگن حدود 4000 کارگر و 578 شرکت در اونجا وجود داشت. خوشبختانه، حالا باز میگم خوشبختانه، عرض کنم که دلم هم نمیاد بگم، ولی به هر حال هنوز ساعات کار شروع نشده بود و این ساختمون پر نبود. اگر بود که فاجعه عظیمی برای همه مردم ایران اتفاق میافتاد. به هر حال فاجعه اتفاق افتاده. اینهایی که از دست رفتن هموطنان ما غالبا مردم زحمتکشی هستند و امیدوارم که این زحمتکشان تلاش بکنن، همه به خصوص این زحمتکشانی که تحت ستم هستن و ریشه این فساد از خاک پاک میهن ما به کمک همه کنده بشه. بس سپاسگزارم از شما. عرضم به حضور شما که صدای اینم یه قدری کم کنیم و عرضم به حضور شما که صحبت از وضعیت ما در دوره انقلاب کردی راجب اینکه طرف بلد نبود بنویسه. خود من در حقیقت قربانی همین داستان شدم. طرف نوشته بود که این فاقد وجاهت قانونی است و اون مدعی برای من میخوند این جمله رو که قانونی نیست. اون نوشته بود فاقد وجاهت قانونی است، این میخوند قانونی نیست. میگفتم اون نون و یه رو از کجا میاری میچسونی به این؟ این دوتا سرهم نوشته شده و از این دست مسائل بسیار است. ما دیروز یعنی روز شنبه شاهدی تظاهرات بزرگ بودیم در شاید بشود گفت نقاط مختلف آمریکا و شاید نقاط مختلف جهان و در جایی که در حقیقت میگن که رکن اساسی دموکراسی یکیش هم رسانه ها هستن و الان آمریکا در یه شرایطی قرار گرفته که هم رئیس جمهورش یه آدم یه فرم دیگه فکر میکنه، مجلسینش به دست جمهوری خواهان است و به هر حال مردم پاشون از صحنه بیرون است. رسانه از مردم دعوت کرد که بیاین، چون در حقیقت ما دو گونه دموکراسی رو در جهان میشناسیم. یه نوع دموکراسی بهش میگه دموکراسی غیر مستقیم و یکی رو بهش میگه دموکراسی مستقیم. در دموکراسی غیر مستقیم مردم میرن رأی میدن و هر 4 سال یه بار، 5 سال یه بار، بستگی 7 سال یه بار، بستگی به قراردادشون داره، یه نماینده رو انتخاب میکنن. بعد که نماینده رو انتخاب کردن دیگه مردم میرن خونهشون، یه کاری نداره. یه جور دموکراسی دارن به نام دموکراسی مستقیم که مردم
درش مشارکت میکنن. و نمونه این رو میشه اونجوری که من میدونم، ممکنه جاهای دیگه هم باش، من میدونم که در سوئیس این نوع دموکراسی مستقیم وجود داره. یعنی اگر حتی این موضوع ساده پیش پا افتاده، شهرداری میخواد یه درخت رو اینجا بکنه ببره اونور بکاره، رفراندوم برگزار میکنه، همه مردم باید بیان نظر بدن، اون چی که از صندوق بیرون اومد اون اعمال میشه، به این میگن دموکراسی مستقیم. و متاسفانه جامعه ما از همه این مسائل به دور است و اصلا با این مسائل هیچ سنخیتی نداره. به چه دلیل این حرفو میزنم؟ به دلیل اینکه نیروهایی که نیروهای پیشتاز هستن، نیروهایی بهش میگه نیروی آوانگارد، جلودار، اینها از اصل ماجرا در حقیقت اونا هستن که بایستی که راهنما بشن. چنان که مثلا در این مثال رو از این جهت زدم، ماجرای تظاهرات شنبه رو، که نشون بدم مدیا و رسانه ها چه نقشی رو بازی میکنن و تو مملکت من این داستان از چه قرار است. اجازه بدید یه مطلبی است با اجازه جناب آقای روحانی نازنین. چرا نمی نویسه پس؟ علتش این یکیه، اشتباهی که من از کیبورد اشتباه استفاده می‌کنم. یه مطلبی است که این رو براتون بخونم، فکر کنم کمک میکنه به ما که در پژواک ایران هم منتشر شده است. حالا این بازی در میاره برام. بله، مطلبی است از آقای روحانی تحت عنوان آقای رجوی، جان بولتون خواهان بمباران میهن ما شده است. آقای مسعود رجوی چرا رفت پس؟ رهبر عقیدتی مجاهدین. بدون تردید دموکراسی سکولار و مخالفت جدی با هر نوع بنیادگرایی، اعم از شیعه یا سنی، راه حل ملت‌های خاورمیانه و خواسته‌ای به حق است که از طریق مبارزات دموکراتیک به دست می‌آید. این اولین جمله بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی رجای شهر است. سندی است انسانی که میهن دوستی و آرمان‌خواهی از تک تک واژه‌های آن می‌درخشد. این شمع روشن که از ظلمات وحشت انگیز دیوارهای بلند شکنجگاه‌های ولی مطلقه فقیه گذشته، نور امید و همبستگی می پراکند. برای همه ما، به ویژه برای شما، درس آموز است. امضا کنندگان این سند از خانواده‌های مختلف سیاسی هستند و تاریخ آن روز جمعه است. در این حال روز پنجشنبه یکی از پشتیبانان و ستارگان اجتماعات شکوهمند بین المللی شما، یعنی آقای جان بولتون، عقاب سرشناس آمریکایی و معرفی کننده جنگ طلبان، درخواست بمباران ایران را مطرح کرده است. آقای مسعود رجوی، افراد تحت امر شما که سایت همبستگی ملی را اداره می کنند، متاسفانه با سانسور بخش اصلی مقاله جان بولتون، آن را به عنوان تأکید جان بولتون بر لزوم حمایت قوی آمریکا از اپوزیسیون ایران اشاره دادند. در حالی که تیتر مقاله جان بولتون در نیویورک تایم تو استاپ ایرانز بمب بمب ایران، یعنی برای توقف بمب ایران، ایران را بمباران کنید است. آقای رجوی، در استعفانامه ما از شورا به تاریخ 15 خرداد 92 نوشته بودیم که نمی توانیم با این کارها و رو کردها موافق باشیم.
می رویم چون دیگر نارضایتی و ندای وجدان ما بر سکوت و صبرمان چیره شد. نمی توانیم در پیشگاه ملت ایران و افکار عمومی تاریخ به عبارتی دیگر نزد وجدان خیش پاسخگوی سیاست ها و رویکردها و کنش و واکنش هایی باشیم که در بعض تصمیم و اجرای آن مشارکتی نداشته ایم. اینک میهن ما در معرض خطر جدی است. از شما و همه اشخاصی که به امر شما ما را خائن خوانده‌اند می‌خواهم که در برابر درخواست بمباران میهنمان توسط آقای جان بولتون و همچنین بیانیه زندانیان سیاسی که تصریح می‌کند در تجاوز و جنگ افروزی و خشونت بر علیه کودکان، زنان، غیر نظامی‌ها و در واقع حقوق بشر و دموکراسی است که قربانی می‌شود، موعظه‌گیری کنید، پاسخگو باشید، در کجا ایستاده اید؟ آقای رجوی، خود شکن، آیین شکستن خطاست. بها این مطلب بود که آقای روحانی توی سایت پژواک ایران این رو درج کردن و ما هم تلاش میکنیم که همین رو در اینجا دوباره در سایت میهنم این رو قرار بدیم، به امید اینکه شما نازنینان هم بتونید ازش استفاده کنید. اولا پرسش من از آقای روحانی، نخستین پرسش من خواهد بود که چرا آقای روحانی شما این نامه رو خطاب به آقای رجوی نوشتید؟ مگر او نمیگن که مرده؟ شما چرا به مرده نامه نوشتید؟ بفرمایید، فرمایش شما رو میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا من اولا امیدوارم که ایشون نمرده باشه و مشکلاتی رو که ایجاد کرده زنده باشه، بتونه بازش کنه، حلش بکنه. ولی این نامه مربوط به 20 ماه پیشه، موقعی که این آقای جان بولتون بحث های مربوط به برجام بوده، عرض کنم، وارد شده و اینو نوشته و اون اشخاص تعدادشون الان رسیده به 23 نفر و این 23 نفر ولکن نیستند. همین هفته گذشته قبل از اینکه آقای ترامپ، عرض کنم که سوگند بخوره، براش نامه فرستادن. اسم این اشخاص، تعدادیشون رو میخونم: سناتور لیبرمن، شهردار رودی جولیانی، آقای رندر رئیس کنوانسیون حزب دموکرات، جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، فرمانده پیشین ناتو، مایکل موکیزی وزیر دادگستری، فرماندار تام ریچ اولین وزیر امنیت ملی، جنرال هیو شلتون رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، لوئیس فری مدیر پیشین FBI، سفیر رابرت جوزف، کونت بلوکل، سفیر لینکون بلومفیلد، جنرال چاک والد جانشین سابق فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا. عرض کنم حضورتون که همینجور جنرال و جنرال و جنرال و سفیر و سناتور و عرض کنم پروفسور و تا آخرینش آقای پاتریک کندی هم که میان و درخواست میکنن هفته گذشته که از عرض کنم شورای ملی مقاومت که تحت نظر آقای رجویه اینا حمایت بکنن. سوال مشخص من اینه که وقتی شما حاضر نشدی در مقابل درخواست مؤدبانه من، حداقل اعلام بکنی که با این نظر مخالفی و به جای اینکه پاسخ محترمانه ای بدی، دستور میدی که پری خانوم واسه من عرض کنم نامه بنویسه که میگیم زمینای توره، مسخره بازی در بیاره، بنویسه زمینای توره، میگیم که بمباران نکنن، باغ و ملک و املاکت نگه دارن. حالا در مقابل مردم ایران چه خواهید گفت؟ چرا با این جنگ طلبا همراهی میکنید؟ فایده این کار برای مبارزات مردم ایران چیه؟ چرا به اینا اعتماد میکنید؟ مگه هم اینا نبودن رو سر شما بمب ریختن؟ مگه هم اینا نبودن که محل، عرض کنم که اشرف رو میدونستن؟ شما قبلا به اینها اطلاع داده بودید، اطلاع دادی که ما در حال جنگ با شما نیستیم، آمدن عرض کنم حضورتون که 50 نفر از شما رو کشتن،
و خوشبختانه عرض کنم بقیه در سنگرها بودن و صدمه نخوردن. تا کی؟ تا کی این اشتباهات استمرار خواهد داشت؟ و به جای اینکه حرف مردم دلسوز و خیرخواه رو بشنوید، لااقل جواب بدید، پاسخگو باشید. پرونده سازی رو که اخیراً که واقعا رسیده به کار، فقط به فحش خوار و مادر. من از شما خواهش کرده بودم که فحاشی ها اینها رو بگذارید باشه، و اینها تا کنون از تهدیدی که آقای اولا از مقاله‌ای که مهدی سامع نوشته ما رو خائن خونده، قبلا خودش رو خادم میدونست، تا عرض کنم حضورتون که تهدید به قتل آقای مصداقی و منتقدین، بعدش وصیت رجوی به این که اگر مردم هم عرض کنم از شما انتقام خواهند گرفت، از این داستان ها حالا دیگه دیدن این کارا چیزو به پوش خال و مادر و نمیدونم این حرفایی که واقعا واقعا از عرض کنم که اوباش اراذل خیابون قزوین هم، ببخشید میگم خیابون قزوین، عرض کنم محله های عمومی تهران ما نشنیدیم، و اینها این چیزا رو مینویسن و من خوشحالم که مردم میشناسن که اینها وسیله مبارزشون یا تهدید یا پوش خال و مادر. به هر حال این کار اخیر اینها به جای روی آوردن به مردم، به جای اینکه عرض کنم حضورتون به دامن مردم بیاویزند، آمدن مثلا چه میدونم بحثا و چیهاشون اخیرا اینه که پلاسکو ریخت رژیم هم میریزه، حرفای بچگانه پخش کردن و عرض کنم که اسمش امیدوار کردن نیروها گذاشتن. یادم میاد یه روزی آقای ابریشمچی یه حرفای عجیب و غریبی، سناریوی عجیب و غریب مطرح میکرد که هیچ کدومشون ریشه در واقعیت نداشت، ولی خب کسی هم جرأت نمیکرد چیزی بگه. من با کمال احتیاط و ادب برگشتم و گفتم تورای دیگه هم میشه، مثلا اینجوری میشه، اینجوری ممکنه بشه، اینطور ممکنه بشه. و البته من عادت دارم که همه حوادث رو در بدترین شکلش تحلیل کنم، یعنی خودم و دیگران رو گول نزنم و این رو اعلام بکنم که مبارزه برای آزادی مبارزه تاریخیه، یه مبارزه آرمانیه. به هر حال بعد از اینکه ما گفتیم نه اینجوری هم میشه اونجوری هم میشه، به هر حال جلسه رو جمع کرد بس سر نهار برگشت بلند بلند ابراز عصبانیت کردن، اسمی از من البته نبرد، چون اگه می برد جوابشو میشنید. برگشت گفتش که اونهایی که زهر بدبینی در رگهای انقلابیون تزریق میکنند، من که میدونستم راجع به کی داره صحبت میکنه، ولی چون به من نگفته بود بهش جوابی ندادم. ولی خب امیدوارم که حالا که صدای منو میشنوه و دستور میده فردا صبح که فوش خوار مادر بیاد کامیون کامیون به طرف من، برای اینکه من به قول اینا روم کم بشه، عرض کنم که یادش باشه که این بدبختی ها رو خود اینها مسئول هستن، هیچ کسی غیر از خود اینها مسئول نیست. ما چقدر تلاش کردیم برای اینکه اینها دست از عرض کنم که اشرف بردارند. اینقدر من در جلسات شورا گفتم که آقا این کشور یک کشوری نیست که عرض کنم حضورتون به صندوق آرا و دولت و قواعد و اینا باشه، اینا چسب نداره، اینا شیعه هن، سنی هن، کردن، ترکمن هن، عرب هن، با هم چسب تاریخی ندارن. اگر امپراتوری عثمانی اینها رو نگه داشته بود یه مسئله دیگریه، بعدش همش حکومت‌های نظامی بوده و این حکومت‌ها قابل اتکا نیست و شما جاتون اونجا نیست. ولی خب نتیجهش رو عرض کنم حضورتون که دیدن میبینن امروز. ولی باز هم
ولکن نیستن. یکی از اینا یکی دو هفته پیش مقاله نوشت که بیاییم با هم تو دریای نمیدونم آزادی شنا کنیم. تو دریای آزادی شما وقتی اجازه نمیدین مردم زن و بچه هاشون رو ببینن، چجوری دیگران بیان برن تو دریای آزادی شما؟ یکی از اینا توی همین کامنت هایی که نوشته و من فکر میکنم کامنت ها چهره های اینا رو خوب نشون میده به مردم، نوشته بود تو چی کاره ای که میان به تو میگن؟ اصلا من کاره ای نیستم. کی گفت من کاره ایم؟ من مگه ادعایی کردم؟ من گفتم بگذارید مردم بچه هاشون رو ببینن زنشون. میگن این حرف وزارت اطلاعات میزنه. مگه رجوی زندان بود؟ برادرش، خواهرش، اینا میخواستن برن ایشون رو ببینن، از کجا میگذشتن؟ از چه ردیفایی میگذشتن؟ این حرفا که این حرف وزیر اطلاعات اون برای دستگاه اطلاعات هست، حرف اطلاعاتی ها رو چی؟ این حرفای احمقانه ایه. ما که از شما درخواست کردیم، یادتون میاد اون موقعی که بچه ها رو کشته بودن، خود من تو جلسه گفتم که آقا بیایید از اونجا بیرون. یادتون میاد چه کسی در مقابل من ایستاد؟ مهدی سامه. یادش میاد چی گفت اون جلسه؟ شیخی. یادش میاد؟ تو اون جلسه یکی از دلسوزان اینها به گریه افتاده بود، ولی جواب اینا مشخص بود دیگه. جواب اینا این بود که شماها روحیه انقلابی ندارید، ما انقلابی هستیم، ما برای عرض کنم که هزار تا اشرف دیگه هم حاضریم میسازیم. بازم از همین حرفا میزنن. همین یکی دو روز پیش یکی از اینها عرض کنم که اطلاع داده که شعار مرحله‌ای ما مبارزه آرمانی بدون چشم داشت و بدون چشم انداز. نگاه کنید این حرفا توش هیچ منطقه، هیچ خردی توی چنین شعار مرحله‌ای بدون چشم داشت، بدون چشم انداز، یعنی معنیش چیه؟ اینا رو تو مغز اشخاص کردن به عنوان شعار مرحله‌ای، معنیش چیه؟ حاضر هستن تکذیب کنن بگن یه همچین شعاری وجود نداره؟ نه. اون هم تو شرایطی که عرض کنم حضورتون میهن ما در سیاه‌ترین ایام تاریخشه. الان آقای ترامپ آمده سر کار. همین چند دقیقه پیش من خوندم که آقای ترامپ آمده این قرارداد معروف آزادی مبادلات رو معلق کرده، پس گرفته. به این ترتیب عرض کنم با بسیاری از نقاط جهان ایجاد اشکال کرده، در حالی که میخواد روی چین جریمه ها، حالا بگم حقوق عوارض گمرکی سنگینی بذاره، میخواد با مسلمونا رو، گوش مسلمونا رو، 1.5 میلیارد مسلمونا، 1.3 میلیارد چینی رو میخواد یه دفعه گوش همه اینا رو بکشه، میخواد 4800 کیلومتر دیوار مکزیک بکشه. خب ما الان در یک روزگار بدی هستیم. آخوندها به استقبال بحران میرن. میخواد عرض کنم حضورتون که بیت المقدس رو بکنه پایتخت اسرائیل. آقای رجوی و رفیقای مسلمانش یک کلمه حرف نمیزنن، همون جوری که در مورد بمباران ایران حاضر نشون حرف بزنن، همون جور که در مورد سوء استفاده روسیه از ضعف آخوندها و دادن پایگاه به روس‌ها حاضر نشون حرف بزنن. بعد هم میگن چه میدونم مبارزه آرمانی بدون چشم داشت، بدون چشم انداز. اینا حتی رفقای خودشون، 6 زن مجاهد و 1 مرد مجاهد در آخرین جنایتشون، در یکی از آخرین جنایت‌های اینها که 50 نفر رو عرض کنم کشتن، 53 نفر رو کشتن، 7 نفر رو دزدیدن، اینا اسم اینها رو نمیبرن. تا اون موقع میگفتن اینا تو خاک عراقن، میدونیم حتی کجا هستن، ولی اسم اینا رو فراموش کردن. اون وقت مردم تو چنین شرایطی میخوان بچه خودشون ببینن. یک کسی نوشته بود من 18 سال بچه‌مو ندیدم، اجازه نمیدن بچه هاشون ببینن. وقتی میگیم، یا من نمیگم، خانم اقبال اون کمپین لیبرتی میگه که عرض کنم حضورت اجازه بدین مردم برن، فوشه، برادر رو تحریک میکنن به خواهرش فوش بده. نمیدونم
انواع اقسام دستگاه فحاشی برای اینکه ایجاد وحشت بکنن در دیگران. آخه شما ها که تو خارج کشور ایجاد وحشت میکنید، بعد نمیدونم این سناتوره میمیسه این خانم یک چیشی یک برنامه 10 ماده‌ای برای درست کردن ایران داره، شما که تو خارج کشور مشغول سرکوبی هموطنانتون از طریق ایجاد وحشت هستید، آخه چجوری شما میخواید دموکراسی درست بکنید؟ این حرف هم که بزنین بلافاصله میگن که پاسخ، اینا پاسخ میخواد، اینا جواب میخواد. اینکه یه آدمی مثل مهدی سامر رو پیدا کنن براشون قلم بزنه بد و بیرا بگه، یه یارو یعقوبی کارمند سابق عرض کنم حضورتون که سعید امامی سعید اسلامی رو پیدا کنن که فحاشی بکنه، جنگ روانی را بندازه، مدیریت بکنه، حسین کوفی مدیریت بکنه برای دعاوی گوناگون، اینا اینا که راحل نیست، اینا که مشکل حل نمیکنه. فکر کنیم اشخاصی رو که از شما انتقاد میکنن اینا رو مثلا موفق بشید خفشون بکنید، یا گلوشون رو بگیرید خفشون کنید، یا بترسونید و خفشون کنید، مشکل حل نمیشه. این شاعر بزرگوار ما همون موقع که میگفتن این زمین خریده زمین فروخته، چی گفتیم ما این زمینا کجاست که ما خبر داریم ما خبر نداریم، تا امروز زمینه پیدا نشده، ولی هی میمیسن وکیل 2 هکتاری. این شاعر یه جواب خیلی قشنگی به اینها داده بود، گفته بود که رضا روحانی مازندران و گیلان رو فروخته، رعایای مازندران و گیلان رفتن بلوچستان. اگه همین حرفم قبول بکنیم، ولی مشکلی که شما حل نمیشه، مشکل چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که مشکل چیز دیگه ایه، مشکل اصلا مشکل شخصی من و عرض کنم که رهبر عقیدتی نیست. مشکل عبارت از این هستش که شماها به جای اینکه در یک رفتار متمدنانه به مردمتون اتکا داشته باشید، میرید دنبال جنرالای آمریکایی، همون جنرالایی که قاتلای شما بودن، عرض کنم حضورتون، همون جنرالایی که میخوان بمب رو سر ما بریزن، رو سر مردم بی‌دفاع بمب بریزن، نوشته است بمب ایران، و تو حاضر نیست حرف بزنی، بزنی که جواب بدی. یه قلمکشی رو میفرستی که نمیدونم میگیم املاک تو رو نزنن، نترس. به هر حال شرایط بین المللی و شرایط منطقه‌ای طوری هستش که ما بایستی با سرعت هرچه تبامتر و با سعه سطر هرچه بیشتر عرض کنم به طرف شعار اتحاد مبارزه پیروزی پیش بریم. ولی متاسفانه عرض کنم که اینها با توجه به امکاناتی که دارن فقط و فقط مشغول فحاشی و جسارت به آزادی خواهان و آزادگان و اشخاصی هستن که نسبت به اینها انتقاد دارن یا روش های دیگری رو برای مبارزه پیشنهاد میکنن، و این مصیبت بزرگی. من آرزو داشتم که بعد از این که هفته گذشته راجع به اینا صحبت کردم، دیگه این هفته ناچار نشم بریم راجع به مطالب دیگه، راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. ولی وقتی نامه این جنرال ها رو میبینم، وقتی استمرار این سیاست ها رو میبینم، فکر میکنم که برخلاف خیلی ها میگن که آقا اینا کسی نیستن، چیزی نیستن، نمیدونم ولشون کن، دوستان بسیار خوبی میگن آقا اینا رو به حال خودشون رها کن، ولی من تصور میکنم که هم اینها و همونهایی که باقی موندن تو این جریان با توجه به سرمایه تجربیشون با کارهایی که کردن میتونن در پیشرفت مبارزه در صورتی که دست از این کارها بکشن چی بشن؟ مؤثر باشن، بسیار میتونن مؤثر باشن. من باز هم در همینجا این آرزو رو عنوان میکنم که اینها به انتقاد بپردازن، از خودشون نگاه کنن چه کردن که اون عظمت رو تبدیل به این ذلت کردن، و سعی کنن که راهی برای ورود به مبارزات مردم پیدا بکنن. نگاه کنید، من بعضی وقتا نگاه میکنم دلم میسوزه، میبینم مثلا یکی از شخصیت های اینا صحبت کرده، تو یوتیوب 7 نفر نگاهش کردن، 7 نفر بعد از 4 روز، حالا اسم نمیبرم،
برید ببینید کارهایی که اینا میکنن رو مردم چقدر ازش ابراز بیزاری بکنن. حتی اعضای خودشون نمیرن نگاه کنن، لااقل به اینا بگید برن نگاه کنن یه خورده. یعنی حتی این اشخاصی هم که با اینا هنوز باقی مونده با اینا اعتقادی به کارهای خودشون ندارن، ولی این همه بیتوجهی معنا داره. من در همین سفری که بودم یک کتابی خوندم و یکی از گفته های محمد حنیف نژاد رو تو اون کتاب پیدا کردم که اینا رو برای همین اشخاص میخونم. اینه، حنیف نژاد تو زندان گفته: در آن زمان که ضربه خورده دوچار شکست شده ایم، موقع بازبینی گذشته ها مان است. در بازبینی گذشته باید بیرحمانه عمل کنیم و تا مرز ایدئولوژی پیش برویم، یعنی سازماندهی، استراتژی و اگر حتی مبنای اصلی کار فکری و بازبینی و تجدید نظر قرار دهیم. اگر خوب و درست بود آن را حفظ نماییم و اگر مشکل داشت آن را تغییر دهیم. عرض کنم حضورتون که من البته با مرحوم حنیف نژاد و با مجاهدین از حیث عقیدتی تفاهمی ندارم، ولی روشی رو که این آقا انتخاب کرده برای اصلاح خودشون مفیده. اگر این حرف رو بشنون، حرف یک لیبرال که اسمش از محمد رضا روحانی نمیشنون، این حرف پایگزار این تشکیلاته. این که زن رو به جون بچه بندازی، بچه رو به جون نمیدونم پدر بندازی، خواهر رو به جون برادر بندازی، اینا راه حل نیست. حرف گوش کنید. ما الان شرایطی که میهن ما دوچارشه شرایطی نیستش که با کمک این جنرال ها جز بدبختی و جز بیچارگی برای مردم نتیجه‌ای داشته باشه. تنها مربوط به ایران هم شرایط، این شرایط شرایط بین المللیه. پریروز روز شنبه تمام دست راستی ها و ناسیونالیست های اروپا، آقای اوباما گفت وقتی که ناسیونالیسم میاد جلو، راست میگفت. عرض کنم که در آلمان، آلمانی در آلمانی ها، فرانسوی ها، اتریشی ها، ایتالیایی ها، هلندی ها، اینایی که طرفداران ترامپ هستن در اروپا جمع شده بودن، به طوری که پاپ هم دوچار دستپاچگی شد روز یک شنبه توی صحبتهاش. عرض کنم حضورتون که مردم رو از دست راستی ها برحذر داشت. حالا کلماتش یادم نیست، ولی معلوم بود، اسم نبرد، ولی معلوم بودش که داره راجع به چه چیزی صحبت میکنه. این که پاپ میاد و این حرفا رو میزنه، من یاد یک کاری میفتم که در قدیم هم ولایتی های من مازندرانی ها میکردن. وقتی یه جای آتش میگرفت، کسی اولی آدمی که آتش رو نگاه میکرد میدید آتش آمده، سیل آمده، خطر آمده، عرض کنم میگفت یا علی و یا علی و میدوید به اون طرف. مردم نمیپرسیدن کدوم طرف میری، به طرف حادثه میرفت، به طرف محل عرض کنم که فاجعه میرفت. دیگران میدونستن یه فاجعه اتفاق افتاده و میرفتن باش، اتحاد به خرج میدادن، مبارزه میکردن با حادثه و با اتفاق و بدبختی و احتمالا پیروز میشدن. بخشی از بدبختی ها رو از بین میبردن، میگفتن یا علی و یا علی، میدویدن، دیگران هم پشت سر اونا میدویدن تا به محل خطر برسن. امروز محل خطره، نه تنها برای ما، برای کلیه روابط بین المللی. این که آقای اولاند هفته گذشته برمیگرده میگه ما احتیاجی به مشورت با آقای ترامپ نداریم، به خاطر اینکه این آدم به خودش اجازه میده که به مقتدرترین قدرت اروپایی و به معتبرترین شخصیت اروپایی در برخورد با مشکل مهاجرین، یعنی خانم عرض کنم که نخست وزیر خانم مرکل، بگه که تو فاجعه درست کردی. و وقتی با مرکل اینجوری حرف میزنه، هر لحظه ای که بخواد همون بلاهایی رو سر شما میارن که رفیقای دموکراتتون آوردن. مگه اینا قرار نبود که عرض کنم که اموال شما رو حفظ کنن، آزادی های شما رو حفظ کنن؟ تازه اونا دموکراتاش بودن،
آزادی های شما رو حفظ بکنن، اموال شما رو حفظ بکنن، امکان خروج شما رو فراهم بکنن. حالا میگین ما مهاجرت دست جمعی پیروزمندانه کردیم، شکست دادیم محاصره رو. آقای جانکری میگه من بزرگترین یکی از خوشحالی ها میاستی که اینا زنده از اونجا در بردن. چی کرده این کار رو؟ جانکری کرده. تازه کی کرده این کار؟ در حالی کرده که همین اخیراً یک کمیسیون بهداشتشون آمده گفته من 1217 نفر رو برای هزینه معالجهشون در لیبرتی در آلبانی انقدر خرج کردم. یعنی توی جمعیت 2000 نفری 1117 نفر دچار بیماری های گوناگون بودن. اینا چرا این بیماری رو پیدا کردن؟ برای اینکه در محاصره زندگی کردن، برای اینکه شماها میخواستید عرض کنم که تا آخرین نفس در اونجا بایستید و ما که میگفتیم نباید بایستید دچار فحاشی های شما بشیم. دیگران هم حرف نزدن، خودشون کنار کشن. خیلی ها این چیزی که من میگم و خیلی بهتر از من میدونن، ولی چیزی نگفتم. برای اینکه خب شما فوش خارمادر میدین، تهدید میکنین، خب مردم همه کاذب نیستن این چیزا رو بپذیرن که. عرض کنم حضورتون که بنابراین سکوت میکنن. خیلی از اشخاص سکوت کردن. ما امیدوارم که عرض کنم اونها یه روزی پشیمون بشن از این کاری که کردن، نه اینکه صدمه ای به رفقاشون بخوره، نه خدا نکنه. اقلا عرض کنم که پیش وجدان خودشون سرشکسته بشن که کار بدی کردن، دوستانشون رو تو این شرایط تنها گذاشتن. به هر حال عرض کنم من فکر میکنم که زمان زمانه هستش که اینها بایستی که به تعقل، به خرد تن در بدن و دنبال شعار مبارزه آرمانی بدون چشم داشت و بدون چشم انداز نرن. تا الان رفتن کافیه. بسیار ممنون و متشکرم از شما. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض بکنم در همین ارتباط است، در همین موضوعی که شما بهش اشاره میکنید، و اون هم این ویدیویی است که آقای نتانیاهو در اون ابراز دوستی میکنه با مردم ایران و میگه ما مردم اسرائیل با مردم ایران خیلی رفیقیم و میخوایم دلمون میخواد بیایم بریم تهران، اصفهان، اینا رو هم بگردیم. مشکل ما حکومت جمهوری اسلامیه. بخواستم اینم که چی درک میکنید از این پیام؟ این با من حرف میزنه، با شما حرف میزنه، یا داره با سدلی خامنه‌ای و نظام و سران نظام حرف میزنه؟ مخاطب این به نظر شما کی میتونه باشه؟ میشنم این فرمای شما. ببینید، واقعیت عبارت از این استش که مردم ایران جنگی با مردم اسرائیل ندارند. اگر اسرائیل تن به مقررات بین المللی بده، اعراب و فلسطینی ها و بقیه مسلمانان هم فکر نمی کنم که در صدد جنگ باشند. فراموش نکنیم که قهرمانان صلح یعنی یاسر عرفات و شیمون پرز، اینها تلاش های زیادی کردند. تنها یار و یاور دستراسی های اسرائیل از جمله نتانیاهو خامنه ای بوده. خامنه ای بوده. اینا بودن که میخواستن از کربلا برن به بیت المقدس و هنوز هم از این حرفا میزنن، برای اینکه دکونشونه. اتحاد جماهیر اسلامی رو به این معنا دارن درست. اتفاقا چقدر سوال خوبی مطرح کردی، چقدر به موقع. این عملی که آقای ترامپ قول داده که انجام بده که بیت المقدس رو بکنه پایتخت اسرائیل، بهترین هدیه است برای خامنه ای. خامنه ای داعش و طالبان اینا رو پشت خودش از این به بعد نگه خواهد داشت. یاد داستان سلمان رشدی بیفتیم که خمینی سوار موج عرض کنم حضورتون انتگریست ها شد و تمام رو به خیابون ها کشون. چرا؟ برای اینکه امکانات متمرکز داره، دولته.
و این دنبال این بهانه میگرده و این بهترین کادوی ترامپ به برای جنگ افروزی، برای از بین بردن نیروهای ترقی‌خواه. صدمه میخورن توی بحران ها، توی جنگ نیروهای لایق صدمه میخورن، میدان میفته دست، میدان حرکت اجتماعی میفته دست نیروهای ارتجاعی و نیروهای پراکنده لایق ترقی‌خواه. اینها فضایی برای حیات و حرکت نخواهند داشت. بنابراین اگر خدایی نکرده چنین اتفاقی بیفته، بزرگترین کادو به خامنه‌ای داده شده، به حزب الله داده شده، به داعش داده شده، به طالبان داده شده، برای اینکه تمام این اختلافاتی رو که اینها بین خودشون در رقابت‌های داخلی خودشون دارن، یعنی جنگ فرقه‌ایشون، تبدیل میشه به یک اتحادی، اتحاد نامقدسی برای اینکه به قول خودشون بیت المقدس رو نجات بدن. بنابراین من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته، ولی دست ما که نیست. کاری که باید بدترین شکلش باید به این فکر باشیم که این اتفاق احتمال داره بیفته. در مورد آقای ترامپ میگفتن هنوز که حزب جمهوری خواه به این رأی نداده، یه حرفایی داره میزنه، ولش کن. بعد که حزب جمهوری گفتن حالا صبر کنین، حزب که رأی گفتن از این به بعد دیگه درست میشه، دیگه این از این حرفا نمیزنه، دیگه از این به بعد نماینده باید حزب رو نمایندگی میکنه. دیدیم که نه، از این اتفاقا نیفتاد و از این حرفا زد و از این حرفا گفت. گفتن حالا صبر کنین انتخاب بشه، بذارین رأی بگیره، اگر رأی گرفت دیگه از این حرفا نمیزنه. رأی گرفت، از این حرفا زد. گفتن آره حالا که مقام رسمی نیستش که، حالا که مقامش رسمی بشه، ممکن نیست این تکنوکراتایی که دور و برش هستن جلوش بگیرن و اینها. نه، این اصلا این کارهای دیگه نمیکنه، درست میشه. دیدیم که تو مراسم سوگندش گفت نه، من همون کارهایی که بلدم دارم انجام میدم. دیدی چقدر این مراسم تبدیل شده بود به یک مراسمی علیه همه، ترامپ علیه همه. عرض کنم حضورتون که بعد هم بلافاصله دیدیم که کل کره زمین رو با دومین، اولیش که عرض کنم که سلامت مردم فقیر آمریکا بودش که مورد حمله قرار گرفت، با اون چی میگن بیمه اجتماعی، اوباما کیر رو که معلق کرد، یا عرض کنم حضورتون که در مورد مسئله استفاده از انرژی ها دستوری دادش که به ضرر مردم روی زمین خواهد بود، و بعدم که امروز هم که مسئله مبادلات آزاد رو چی کرد. بنابراین آقا داره کار خود چه میکنه؟ ما باید به این فکر باشیم که اگر این آقای آتیش جدیدی توی منطقه درست کرد، چه خاکی به سر خودمون بریزیم، چی کار باید بکنه. اگر من فراموش نمی کنم که دو سال پیش وقتی جنگ یمن شروع شده بود، همون شب ما با هم صحبت کردیم و من راجع به بدبختی هایی که این جنگ های فرقه ای ایجاد میکنه و زمینه های مساعدی که برای انتگریز، برای افراطیون مذهبی ایجاد میکنه با هم صحبت کردیم. بعد از اون هممون دیدیم که از سومالی، از بوکو حرام بگیرین تا پاکستان، که بنگلادش که مادره با بچه شیرخوار رفت عملیات انتحاری، و هر روز هم از این چیز داریم میبینیم. چرا؟ برای اینکه میدان افتاده دست ارتجاع. و بعد هم شما در ابتدا راجع به مسئله تاریخ صحبت کردیم. واقعیت این استش که تاریخ همچین تعهدی نداره که حتما رو به پیش بره. گاهی هم نیروهای پیش رو دوچار کندی ها، گرفتاری ها و مشکلات میشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ممکن بود برای چون اتفاق بیفته واقعی بود که در آمریکا اتفاق افتاد، اروپا در معرضشه. همین دو روز پیش تو اروپا دیدیم که اینا انترنسیونال ارتجاع تشکیل دادن تو آلمان، دو قدم بعدش دامن زدن به جنگ هاست. یکی از جایی که شهیدان آسیب پذیره میهن ماست. چرا؟ برای اینکه همه امکانات بحران 40 سال توی این مملکت وجود داره و روز به روز تقویت میشه.
یه روز بودش که یک آقایی به اسم آقای بهمن طاهرخانی که نماینده است فکر میکنم از قزوین یا از پاکستان آمده اعلام میکنه که کودک فروشی در ایران به تجارت تبدیل شده است. البته 5-6 ماه قبل فکر میکنم ما هم با هم صحبت کردیم، این خانومی هستش به اسم، ببخشید خانوم نمیشه گفت اینا خانوم، خواهر شهین دخت ملاوردی معاون روحانی، گفته بود که در مورد کودک فروشی در تهران صحبت کرد. اینا مشغول غارت هستند، روز به روز مردم فقیرتر میشن، تعداد گورخواب ها روز به روز قطعا بیشتر خواهد شد. یه آخوند دیگه ای به اسم موسوی لارگانی، نمیدونم این لارگان مال کجاست، به هر حال این آقا که نماینده مجلس هستش آمده امروز صحبت میکنه از مفقود شدن هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از حامل انرژی ها، هزاران میلیارد. اگه این دروغ بگه تعقیبش میکنن، میتونن تعقیبش کنن، وزارت نفت میره تعقیبش میکنه، یا یعنی دولت میره تعقیبش میکنه، باید آمده میگه و بعد هم میگه که تا کنون 34 هزار میلیارد رو کسریش مشخصه. بعد هم میبینید که از صندوق معلمین ما، معلمین زحمتکش ما، معلمین گرسنه ما، صندوقشون رو غارت کردن، صندوق ذخیره فرهنگیان رو غارت کردن. کسی هم نیست که بتونه بگه نکنید. چی میخواد به کی بگه نکنید؟ این رئیس قوه قضاییه که حاضر نیست صورت بده که این پولایی که گیرش اومده چیکار کرده. میگن حساب تو حساب خودمون بوده، تو حساب قوه قضاییه رو باید چی کار کردی، تو چقدر گیرت آمده، تو کجا خرجش کردی، چرا صورت نمیدی؟ اون بایستی که دیگران رو تعقیب بکنن. و بعد هم اظهارات اخیر زنجانی که از تو پروندهش در آمده که به کمک مالی کرده به انتخاب روحانی، موقعی که این میخواست روحانی رو انتخاب میخواست بشه تو زندان بوده، از اون تو خرج آقا رئیس جمهور میده. کسی هم نمیاد به این حرفا رسیدگی کنه، به جای رسیدگی قوز بالا قوزه. اما یه سال پیش فکر میکنم مرداد پارسال بوده که جهانگیری آمد قشنگ تو رادیو تلویزیون صورت داد 294 میلیارد دلار تخلفات احمدی نژاده. کی باید رسیدی بکنه به این؟ این معاون رئیس جمهور داره میگه، این حرف رسمیه. اگه دروغ میگه بایستی که احمدی نژاد این تعقیب کنه، اگه راست میگه بایستی که داد چه میدونم آقای لاریجانی بایستی که احمدی نژاد تعقیب کنه. معلوم نیست که اون این غارتگرها چه دارن میکنن توی کشور، توی همین بدبختی هایی که میبینیم که مثلا چه میدونم وقتی راجع به این مسائل صحبت میکنیم بازم یه عده پیدا میشن میگن که رضا روحانی به رجال این کشور فحش داد، توی همین کامنترا نوشته شد. من راست میگم ممکنه که تند نوشته باشم، تند خویی کردم، این فحش ندادم، تند خویی دادم. اگه هم فحش دادم کار غلطی کردم، مگه هر کاری که میکنم مگه زمارتنامه دارم همه کارام درست باشه؟ ممکنه کار غلطم کرده باشم، ولی من اگر با کسی پولمیک مجادله کردم با اصلاح طلبا بوده، اینایی که میخوان ولایت مطلقه فقیه رو بزک کنن. آره من با اینها به احتمال خیلی زیاد با تندخویی صحبت کردم، اما فوش ندادم. نمیدونم من کجا فوش دادم، کدوم کلام من به فوش، ولی این قلمکشای آقای رجوی این چیزا رو تو کامنتا میمیسن که فلان کس به رجال کشور بحث قهبقانهی میکنه، لومپنه، نمیدونم از جبهه عملی مبارزه فرار کرده. ما بزرگترین گناهمون عبارت از این بوده
که از این آقا سوال پرسیدیم که چرا نامه نوشتی به خامنه ای، یک نفر تو این 550 تا عضو شورای ملی مقاومت جرأت نکردن این سوال رو بکنن، هنوزم نامه رو هم قایم کردن، نامه رو آقای همنشین بهار چاپ کرد و بعد هم در مقابل حرفای به این سادگی فوش و فضاحت نداره. بیاین جواب بدین، لااقل در درونتون جواب بدین. تو چنین شرایطی دوباره یه عده آمدن، امروز یکی آمده و گفته که نمیدونم خامنه ای خاتمی اظهار امیدواری کرده که پس از درگذشت رفسنجانی ادامه آشتی نسبی ادامه پیدا بکنه. ما نفهم آشتی نسبی یعنی چه؟ کی با تو آشتی کرده؟ تو که بهت اجازه میدن بری سر قبر رهبرت که اسمش از رفسنجانی، چه آشتی زمینی؟ کدوم آشتی زمینی؟ در همین شرایط نگاه میکنیم میبینیم که هفته گذشته برای اولین بار بانک مرکزی اعلام میکنه که ما یه 9.9 میلیارد دلار از دارایی ها رو آزاد کردیم، به اضافه 12 میلیارد که از چین و بخش از ژاپن و کره جنوبی و هند پس گرفتیم. صحبتی از پولایی که پیش چینی ها هست تا الان نکردن، چینی ها تا الان ظاهرا به اینها پولی پس ندادن. این پولا کجا رفته؟ چرا تو حساب های دیده نمیشه؟ تو محاسبات دولتی دیده نمیشه؟ چرا امروز داریم میگیم؟ به هر حال رژیم در شرایط بسیار بسیار بدیه، بدتر از وضع رژیم وضع اپوزیسیونی هست که از حداقل اتحاد عمل، من حتی اتحاد برنامه‌ای نمیگم، از حداقل اتحاد عمل به دوره و بدتر از اون اشخاصی هستن که روز به روز این پراکندگی ها رو تشدید میکنن و میگن یا بیا دنبال ما با ما شنا بکن، یا اینکه تو چیکار کردی بیا صورت بدی که تو چیکار کردی. من شخصا میگم چیکار کردم. من به رجبی گفتم تو حق نداری نامه بنویسی به خامنه ای، تو چی کار کردی؟ عرض کنم حضورتون که غیر از این که اتحاد بین مردم رو روز به روز بیشتر تضعیف کردی، روز به روز صدمه بیشتری به اتحاد بین مردم و اپوزیسیون زدی، روز به روز حلقه هایی که این دیوار هایی که دور خود کشیدی تنگتر و تنگتر و تنگتر کردی که تا شرایط امروزی پیش بیاد. به هر حال این بحثی که ما در شرایط فعلی بین المللی می کنیم بایستی نتیجه ازش گرفت، بایستی نتیجه این حداقل نتیجه این کاهش تنش ها باشه. این کاهش تنش ها با قایم کردن زن از شوهر و شوهر از بچه و بچه نمیدونم از عمه و دایی و خاله و مرد اینا نمیشه. باشی عرض کنم حضورتون این دیوارهایی که بین خودتون و مردم کشیدین رو بردارید و عرضم به حضور شما که میخواستم مستقیم از زبان شما بشنوم، به نظر شما، بازم سوالمو تکرار میکنم، این صحبتهای آقای نتانیاهو طرفش من، شما به عنوان مردمی، طرفش اپوزیسیون، طرفش حکومته، کی مخاطب این صحبته؟ میشنوم دوباره. عرض کنم حضورتون که من چون اصل نامه و محتویات اینا رو ندیدم نمیتونم دقیق صحبت کنم. در هر حال اون چیزی که وجود داره این هستش که بین مردم ایران و مردم اسرائیل دشمنی وجود نداره، دشمنی تاریخی وجود نداره. این دشمنی رو عرض کنم که انتگریست های حاکم بر ایران درست کردن و پایه و اساسی نداره. حالا این آقا از این مسئله و کوروش و اینا سوء استفاده میکنه یه مسئله دیگه ایه. آمده تو ملل متحد با این حرفی بودش که آقای مناشه امیر که آدم فاضلیه گفته بود که به
عرض کنم به آقای عباس پرزیدان فلسطین گفته بود که تو بایستی بری از کوروش شکایت بکنی، کوروش ما رو فرستاد اینجا. این رو این آقای نتانیاهو هم یاد گرفته بود توی سپتامبر فکر میکنم تو مجمع عمومی ملل متحد هم همین حرف زد. من اصولا فکر نمیکنم که ما با کشور اسرائیل مردم ایران مشکلی داشته باشن. ما مشکل با هیچ یک از همسایه‌هامون هم مشکل نداریم، چون به نفع ما نیست ما مشکل با کسی داشته باشیم. ما با عربستان مشکل نداریم، ما با بحرین مشکل نداریم، ما با آذربایجان مشکل نداریم، ما با کسی مشکل، ما با آخوندات مشکل داریم، ما حتی با آقای ترامپ هم مشکل نداریم. اون مشکل داره میخواد نمیدونم به امام خامنه ای کادو بده، کادوی بیت المقدسی بده. ما با کسی چه مشکلی داریم؟ ما بزرگترین مشکلمون وجود یک رژیم ضد آزادی آدم کش است. نه، من واقعا به منویات درونی این آقا نمیتونم پی ببرم، ولی ظاهرا حرفش حرف غلطی نیست. ما مشکلی با اسرائیل نداریم. البته مشروط به این که اسرائیل هم مقررات بین‌المللی رعایت کنه. موضوع بعدی که میخوام از شما بپرسم، صحبت از آقای ترامپ کردین و این شعفی است که در بین عده زیادی از مردم برقرار شده و میپرسند که آقا این آقای ترامپ امید بستن به این که این میخواد بیاد و جهان رو، نه جهان اصلا کاری ندارن، میخواد ایران رو از بین ببره، یعنی حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. خیلی به این امید بستن و خود ترامپ هم میگه که میخوام اصلا اسلام رو از میدان بدر کنم. در این مراسم سوگند به قانون اساسی هم، وفاداری به قانون اساسی هم، میبینیم که از یک یهودی و دو مسیحی دعوت میکنه که اونجا سخنرانی کنن و از مسلمانی خبری نیست، در حالی که در دوره اوباما و بوش مسلمان اونجا حرف میزد. خواستم ببینم نظرتون چیه، چی میفهمین از این؟ بفهمید. عرض کنم که این آقا آدم غیر قابل پیشبینیه. این حرفی نیستش که من میزنم، این حرف رو تقریبا تمام آدمایی که تحلیلی از حرفا این آدم دارن گفتن. خوشبختانه، خوشبختانه در اون کشور ابزارهای قانونی برای کنترل افرادهای این آدم وجود داره. این که از مسلمانی دعوت نکرده، من نمیدونستم چنین سنتی بوده، چقدر هم سنت خوبیه، ولی چقدر خوب بود که یک بیدین رو هم دعوت میکردن، چون مردم که فقط از اقوام، عرض کنم که از فرزندان حضرت ابراهیم نیستن که یهودی و مسلمان و عرض کنم مسیحی و مسلمان باشن. مردم اینا، ماها سر هم نصف بشریت هم تشکیل نمیدیم، مردم دیگه ای وجود دارن، انواع اقسام مذاهب وجوده و مهمتر از همه لامذهب هم خیلی وجود داره. من نمیدونم چنین سنتی وجوده، ولی مسلما اگر چنین سنتی وجود داشت و بهش بیتوجهی شد، ناشی از همین حرفایی هستش که مسلمان ها نباید راه بدیم، مسلمان ها اینجوری هم، مسلمان ها اونجوری هم. آره، از این حرفایی هستش که بوی تبعیض مذهبی از توش در میاد و یکی از ارتجاعی ترین حرفایی هستش که میشه تو قرن 21 شنید. در قرنی که انسان این همه پیشرفت کرد، یه همچه حرفایی از دهن معرفی کننده یه جامعه‌ای که عرض کنم 200 سال پیش آدمی مثل واشنگتن اونجا بوده، جفرسون اونجا بوده، اینا پایگزاران بوده. ما داشتیم میگفتیم تاریخ گاهی دنده عقب هم میگیره و این دنده عقب تاریخ آمریکاست. و تعجب آوره که این آدم میگن شاگرد بدی هم نبوده تو مدرسهش، قلدر بوده، دعوا میکرده، اینا شاگرد بدی نبوده، شاگرد موفقی هم بوده. من نمیدونم چی به این آقا درس دادن. آخه این آدم چجوری همچی مؤسسات عظیمی رو اداره کرده؟ این چطور متوجه نمیشه که برای گفتن حرفاش بایستی از دیگران مشورت کنه، حرف گوش بکنه؟ راستی شنیدم که
اداره اموالش هم برخلاف تمام سنت‌های قدیمی رؤسای جمهور آمریکایی که صاحب اموال بودن، معمولا مثل که به یک مؤسسه ای میدادن برای مدیریت اموال در مدتی که در اونجا کار میکردن، بدون اینکه صورت بخوان و اینا. ولی ظاهرا ایشون این کارو نکرده و داده به دست بچهای خودش اموال. حتما مشکل قانونی داره و الا بهش میگفتن. ولی مثل که بار اولیه که چنین کاری کرد. به اضافه این آدم سنش هم زیاده، همین همسن سال خودمه. ازم به حضور شما که درسته اتفاقات عجیب و غریبی افتاده، ولی ظاهرا هیچ کدومش خلاف قانون نیست، خلاف سنت هست، خلاف اون چیزی که رایجه در افکار عمومی در حقیقت مصطلح میگن، غلط مصطلح مصطلح هست. اونجا اینجور نبوده، ولی این نخستین رئیس جمهوریه که هنوز هم اظهارنامه مالیاتیش رو نداده و میگویند که این دفع الوقت خواهد کرد و هرگز چنین کاری رو نخواهد کرد. حتی صحبت بر این بود که اون مطلبی که شما میگین ازش اینجا ترمی که استفاده میکنه بهش میگه blind trust، یعنی اون تراستی که کوره، چشش نمیبینه. شما تمام اینو میبرن اونجا قرار میدن و این دیگه نمیبینه که این پول داره نداره، سود کرد زیان کرد، بلایند دیگه، کوره. و روز آخر که کارش، چنان که جورج بوش پسر چنین رفتاری کرد، اون از خانواده ثروتمندی است، از پدر بزرگشون همجور ثروت به پدرش رسیده و پدر به بچه ها رسیده. روزی که او رئیس جمهور شد در سال 2000 همین رفتار که شرکت های نفتی و بزرگ خودش رو گذاشت در یه بلایند تراستی، در صندوق، در حقیقت صندوق ضمانتی که کور است، نمیبینی بهش، میگه اونجا دیگه قابل رؤیت نیست. و وقتی کارش تموم شد رفت بیرون. این کار هم نکرد. حتی میگن که بر اساس قانون او میتواند در کاخ سفید یه میز بذاره تو اتاق کار رئیس جمهور که بهش میگن اتاق بیزی شکل. در اون اتاق بیزی شکل ایشو حتی میتواند از نظر قانونی، بلامانه است که ایشو یه میز دیگه هم بذاره اون بغل بشینه، حساب کتاب و چرتکشو بذاره اونجا، چرتکه بندازه، ولی این طرف بشینه پشت این میز و کار ریاست جمهوری انجام بده. به هر حال این از نظر قانونی من این ندارم، میتواند این کار، ولی سنتا تا کنون چرا اتفاقی نیفتاده. این که میپرسی چرا از یه غیر دینی دعوت نکرد، خب جواب مادرشوهرشو چی بده؟ آقای پنس یه آدم کاملا مذهبیه، یک فرماندار مذهبیه تو ایالت اونها، بحث ابورشن یا سقط جنین معنا مفهوم نداره، ازدواج گی معنا نداره، در حالی که فدرال حاکم آمریکا امضا کرده که در دوره این آقای اوباما، ولی اون بر اساس قوت فرمانداریش این کار نکرد. اما اجازه بدید برای شما یه قصه رو تعریف بکنم که فکر میکنم قصه خوبی باشه، و اون این استش که یه خانواده مکزیکی سالهای پیش، یک زن و شوهر با دو تا بچه خردسال وارد آمریکا میشن. مادر خانواده که قدری زبان انگلیسی میدونسته به عنوان تلفنچی استخدام میشه در یه بیمارستان. پدر که اصلا زبان موان بلد نبوده، مدتی بیکار بوده و بعد میره توی مؤسسه خیاطخونه جایی به شغل پادویی مشغول میشه. 4 سال بعد مرد میمیرد و این مادر صاحب 2 فرزند بدون داشتن همسر تلاش میکنه که بچه‌هاش رو نگهداری کنه و بزرگ کنه. مادر درس میخواند، ضمن اینکه تلفنچی بوده در بیمارستان درس میخواند و میشود پرستار. بچه‌ها یکی یکی درس میخواند
پسر و دختر هر دو درس میخوانن، دختر رشته مورد علاقه شما حقوق رو انتخاب میکنه و میره به دانشگاه معتبر پرینستون. وقتی که چند سالی در پرینستون مشغول درس و مشق بوده، دانشگاه یل که دو پله یا چند پله بالاتر از پرینستون هست از نظر ارزش و اعتبار، این خانم رو دعوت میکنه، این خانم دانشجو رو، همون دختر اون زنی که با شوهرش آمده بود و شوهرش 4 سال بعدش مرده بود و حالا دختر بزرگ شده، پسر بزرگ شده، و این خانم رشته حقوق میخونه در دانشگاه یل و بعد استاد حقوق میشه در دانشگاه هاروارد. که خیلی ها اشتباه میکنن، دو تا دانشگاه وجود داره، یکی هاوارده یکی هاروارده. هاوارد یه دانشگاهی است در واشنگتن که بنیادش رو سیاهان گذاشتن و در نتیجه معروف است به دانشگاه سیاه پوستان. نه، ولی در دانشگاه هاروارد این خانم استاد میشه. و در دوره اوباما یه اتفاق دوباره غیر عرف میفته، یعنی که 3 تن از اعضای شورای عالی قضایی، دیوان عالی کشور، خود اینا بهش میگن سوپریم کورت، 3 تا از اینا میمیرن و از صحنه بیرون میرن یا استعفا میدن. به خاطر 3 تا، چون اینا مادام العمرن، وقتی انتخاب بشن دیگه تا آخر ابد و در اونجا میمانن. یکی این 3 تا از اینا از بین میرن، آقای اوباما تلاش میکنه با زحمت فراوان 2 تن رو انتخاب میکنه و نفر سوم رو بهش اجازه نمیدن و دفع الوقت میکنن، کش میدن تا انتخابات صورت بگیره و رئیس جمهور بعدی بتونه یه آدم طیف خودشون رو، دست راستی ها رو بذاره در دیوان عالی کشور. از اون 2 نفری که اوباما انتخاب میکنه، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، که البته تاریخ بلندی که نداره، یه تاریخ کوتاه داره، یه تاریخ 200 ساله خوشبختانه داره، برای نخستین بار یک اسپانیش، یه اسپانیایی زبان، یه کسی که غیر آمریکایی است، ریشه اسپانیایی دارد، برای نخستین بار به این شورای عالی قضایی، دیوان عالی کشور، سوپریم کورت، هر اسمی براش متصور هستید، به اونجا معرفی میکنه. برای نخستین بار یه اسپانیشه و برای نخستین بار که این کارو میکنه، نه تنها اسپانیشه بلکه یک زنه، و این زن همان کسی است که شرحش بدین گونه رفت، از یه چنین مادری، از یه همین تشکیلاتی که آقای ترامپ معتقد این مکزیکی ها، این اسپانیشی ها همه دراگ دیلرن و دزدن و قاچاقچیان، ولی چنین شخصیت هایی هم در حقیقت در بین مهاجرین همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. امروز بحثش راجع به اسپانیش هاست به طور قطع و یقین، و من در تعجبم، بازم برمیگردم به پرسش اولم، در تعجبم از اینکه عده‌ای معتقدن که این آقا میتواند که ایران رو، ما رو از این وضعیت نجات بده. میخواستم نظر شما رو در این زمینه جویا بشم. بفرمایید، میشنوید. عرض کنم حضورتون، هیچ کس که این وظیفه ای رو نداره، نه حق داره که دخالت بکنه. ما وظیفه داریم که راهی برای ریشه کن کردن این سرطان تاریخی پیدا کنیم و کمک کنیم به همه کشورهای مسلمان نشینی که از این بدبختی زجر میکشن. این چنین مأموریتی رو نه خداوند به آقای ترامپ داده، نه مردم ایران به آقای ترامپ دادن، که این جنرالای آمریکایی می‌نویسن که به چی؟ به آقای ترامپ می‌نویسن از 10 ماده‌ای که شورای ملی مقاومت ایران مدافع آن است، همچین 10 ماده‌ای هرگز به تصویب شورای ملی مقاومت نرسیده. این انشای اون خانم نوشته از خودش. عرض کنم حضورتون که، ببخشید، اون خواهر نوشته. ما معتقدیم که هنوز برای ایران امکان وجود دارد که برنامه تسلیحات خود را کنار بگذارد.
اگر به مردم ایران فرصت حاکمیت مردمی از طریق انتخابات آزاد داده شود. انتخابات آزاد رو اگرش دست آقای ترامپ نیست، اگرش دست نمایندگان مردم ایرانه، دست معلمینه، دست کارگرانه، دست دانشجویانه، دست زنانه و از همه عرض کنم حضورتون بیشتر برای ما که در محیط دموکراتیک میتونیم به اونها کمک بکنیم، بایستی که ما چنین مسئولیت هایی رو بپذیریم. البته من برخلاف این اشخاصی که خیلی دنبال وجاهت ملی و از این حرف هستن، از جلب کمک هیچ کس در راه آرمان های مردم ایران، از جلب کمکشون عرض کنم حضورتون که پرهیز ندارم. برای اینکه در عصر جهانی شدن ما همه ماها یک سرنوشت داریم. در عصر جهانی شدن میبینید که همون جور که دست راستی های اروپا بعد از ترامپ برای خودشون بین الملل تشکیل میدن، خوبه که نیروهای ترقی خواه ایران اولا خودشون با هم ارتباط درستی ایجاد بکنن و بعد هم به خاطر نقش مهمی که ایران در تاریخ اندیشه های سیاسی در کشورهای مسلمان نشین داره، این امید رو باید داشته باشیم که بتونیم به کمک جهانیان ریشه ارتجاع رو بکنیم، دین به مساجد بره و عرض کنم حضورتون که دین پیشگان برن دنبال کارهای خودشون و کشور به دست آرای اون کشورهای مسلمان نشین، به دست آرای عمومی و به اراده مردم چی بشه. این حرفا من دیدم دیروز با یکی از دوستان بسیار عزیزم صحبت میکردم که از انحطاط اخلاقی مردم صحبت میکرد که مردم کاری نمیکنن، مردم همه فاسد شدن، مردم چی شدن، فلان شدن اینا. من به نظرم رسید که این حرفا رو چندین جای دیگه شنیدم. البته با اون دوستم هم صحبت کردم. جامعه فرانسه 1200 روز کشورش وسیله هیتلر ساقط شد. وقتی که جنرال دوگل آمد سر کار، یک کنت دو مقانش بود که رئیس اداره جاسوسیش مقاومت بود و فکر میکنم به جنرال دوگل گفتش که نرین به سراغ پرونده ها. هنوز هم نرفتن. چرا؟ برای اینکه این ملت به این بزرگی با اینکه بخشی از جامعه مقاومت میکرد، ولی بخش بزرگی از جامعه همکاری میکرد. جوامع در بحران‌ها، در جنگ‌ها دچار فساد میشن. آره 40 سال تو این مملکت عرض کنم دروغ حکومت میکنه و مردم ناچار در بیرون تو خیابون تو مدرسه دروغ میشون، حتما یاد میگیرن و دروغ میگن و جامعه دچار یک بحران بزرگیه، بحران بسیار بسیار جدیه. این یک سرداری هست بهش میگن سردار شرقی، مال همین دستگاه انتظامی ایناست، میگه 2 میلیون پرونده ما در ببخشید 20 میلیون پرونده در 3000 پاسگاه کلانتری داریم. یعنی چی؟ یعنی هر خانوار ایرانی یک دفعه در سال رفته به کلانتری. چرا رفته به کلانتری؟ باید بحران وجود داره. این بحران ها رو چجوری حل و فصل میشه؟ بازم یه آمار دیگه بدم. عفو بین الملل فروردینه همین امسال اعلام کرده که تو کل دنیا 1634 نفر اعدام شدن. 61% اعدامی ها در ایران بود. ما 1% جمعیت جهان رو هم نداریم. ببخشید 1% جمعیت جهان حدوداً، آره ما حدوداً 1% جمعیت زمین رو داریم. فکر میکنم امروز مثلا 8 میلیارد جمعیت کره زمین، عرض کنم که ما آره ما 80 میلیون داریم، 1%، ولی ما 61% اعدامی های جهان رو داریم. هنوز توی این مملکت صدای مردم بلند میشه از جوانها در شدیدترین شرایط تو زندانها و ما ملت کوچکی نیستیم. بحران بحران بزرگیه و خیلی طول کشیده و ما وظیفه داریم که
که بریم به طرف ایجاد یک جبهه بزرگ میهنی برای اینکه بتونیم این مصائب رو حل و فصل کنیم. متاسفانه وقت به ما اجازه نمیده، وگرنه من پرسش زیاد و فراوان دارم و از شما اجازه میخوام که به من رخصت رو بدهید که هفته آینده در دوشنبه دیگر این گفتگو رو با شما ادامه بدیم و بریم بپردازیم به نامه به گورباچوف و تفاوت اینها با این موضوع آقای جان بولتون و ببینیم که اون سال 65 وقتی رفتن نامه نوشتن به گورباچوف چه درخواست میکردن و امروز سازمان مجاهدین چه درخواستی داره، از اینکه من رو تلویزیون آشپزخونه قلمداد کنن، از اینکه من رو خدا رو شو کم بیننده تصور کنن. این خب نشون میده اوج حماقت رو، در حالی که شما به درستی اشاره کردی هر هفته آقای سامه یه برنامه تولید میکنه، نهایت برنامهش من نگاه کردم حد اکثر بینندهش 40 نفره دیگه. آمار که دروغ نیست که دیگه 70 میلیون من نگاه میکنن، اینا کاری ندارم، ولی نهایتش همین نیست که میبینی. یه مسخره بازی هم در آورده به عنوان اینکه ما ظرف 40 ساعت 4 میلیون جمع کردیم، اون هم مضحکه ای بیش نیست. بها برای شما، برای عزیزانت، برای خانواده معززت آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر که با شما نازنین گفتگو کنم. ممنون و سپاسگزار هستم از شما. متشکرم آقا. موفق باشید. خدا حافظ شما. متشکرم. به حال شنیدیم صحبت‌های آقای روحانی نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها کمکی به ما بکند و ما رو در حقیقت از این مخمسه بیرون بکشد. از همراهی شما نازنینان هم نهایت سپاس دارم، از اینکه مهر میکنید و برنامه ها رو دنبال میکنید ممنون و متشکرم. خواهش میکنم در توزیع برنامه ها کوشاتر باشید و ما این برنامه ها رو همطور که میدونید لینکش رو در فیسبوک و یوتیوب و شادکست و تویتر و گوگل پلاس و کانال تلگرام و هر جا که دستمون بر بیاد انجام میدیم. از شما هم دعوت میکنم که شما هم همین کار رو بکنید، یعنی اینکه به فیسبوک ما بیاید یه لایکی بزنید، لینک هایی که در اونجا قرار میگیره برای شما هم ارسال میشه، شما میتونید همون رو تو صفحه خودتون شیر کنید که هموندان شما در صفحه شما قادر باشن اون برنامه رو ببینن. و مثل همیشه هم دعوت میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردمریپورت.net بروید. و درخواست آخرم مثل همیشه این هستش که اگر اونا ظرف 40 ساعت 4 میلیون جمع کردن، خوش به سعادتشون. ای کاش ما هم میتوانستیم بالاخره این دغدغه مالی رو از خودمون دور کنیم و این صورت پذیر است در آن صورتی که شما نازنینان به ما اجازه بدهید که نام زیبای شما هم زیبنده زیرنویس برنامه ها گردن. بازم ازت ممنونم، در انتظار دریافت کمک مالی شما هستیم. ماه به پایان رسید، خواهش میکنم در این زمینه یاری رسان ما باشید. متشکرم.